بهنام دارایی‌زاده، روزنامه‌نگار از تورنتو با ما همراه شدن. آقای دارایی‌زاده، باز هم یک شنبه اعتراضی دیگه در شهرهای مختلف جهان در حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان برگزار شد. تداوم این شنبه‌های اعتراضی رو چطور می‌بینید؟ بله، ببینید، به نظر میرسه که ما حداقل میتونیم به چهار ویژگی جنبش اعتراضی این چهار ماه گذشته در ایران اشاره بکنیم. یک، سراسری بودنشه. دو، سکولار بودنشه. سومیش در واقع رادیکال بودنشه. و چهارمی همین استمرار و تداومی هستش که در پرسش شما بودش. اما با این حال باید به یک واقعیت هم اذعان کرد و گفتش که حرکت‌های اعتراضی خارج از کشور بیشتر چه در فرم چه در محتوا و سوگی ها تا اندازه زیاد تابع فضای داخلی داخل کشور هستش. با این وجود به طور قاطع میشه گفتش که این تظاهرات ها همین که یک شنبه حتی یک شنبه رو شما نبوده، نمیتون مثال بزنید که در خارج از کشور در ده ها شهر تجمع برگزار شده. صرف استمرارش و صرف در واقع تداومشون پیام ابراز همبستگی خارج از کشور هستش که به رغم سرکوب ها همچنان صدای اعتراضی مردم ایران داره شنیده میشه. خب آقای دارایی‌زاده، چقدر این حمایت ایرانیان خارج کشور با این گرد همایی های اعتراضی به نظرتون تأثیر داشته در جلب توجه جهانی به آنچه که این روزها در ایران مشاهدش هستیم و سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه معترضان داره؟ 100%. ببینید، تظاهرات ها و گردمایی خارج از کشور حداقل دارای دو تا در واقع تاثیرگذاری و پیامد داره. یکی اینکه پیام ابراز همبستگی رو نشون میده به معترضین که در کشور هستن، و دو، خطابش هستش به سیاستگزاران کشورهای میزبان، دستگاه وزارت خارجه کشورهای میزبان که این انقلاب در جریان هستش و لازمه که شما سیاست های خودتون رو هماهنگ بکنید با صدای اعتراضی مردم ایران. و این هم چیزی نیست که شعار باشه. پیامدهاش در طول همین چند ماه گذشته میشه مثال زد، میشه در واقع بهش اشاره کرد. در همین کانادایی که من زندگی میکنم، بعد از تظاهرات بزرگ 1 اکتبر و همینطور تظاهرات بعدی در 22 اکتبر برلین هستش که شما شاهد تغییر معنادار سیاست های کشورهای آلمان یا کانادا هستی در قبال جمهوری اسلامی، در قبال مردم ایران. و بعد میبینید که فرضاً آلمان میاد طرح در واقع تز در شورای حقوق بشر کمیته قطعنامه تصویب میکنه، یا در کانادا مسئله یه قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست فهرست‌های تروریستی مطرح میشه. تمام اینها نشان دهنده این هستش که این تظاهرات تأثیر داره. دلیل مشخصی هم داره. بسیاری از ایرانیان ساکن مناطقی هستند که احزاب داخلی این کشورها درش نماینده دارن و سعی میکنن که صدای جامعه ایران رو حتی برای انتخاب‌های خودشون بشنون و بهش بها بدن و بگن که ما صدای شما رو میشنویم و سعی میکنیم که خواسته‌های شما رو در چارچوب سیاست خارجی اون کشور رو دنبال کنیم. خب آقای دارایی‌زاده، این فشارهای بین المللی رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما چقدر مؤثر واقع شده برای فشار وارد کردن علیه جمهوری اسلامی و مانع شدن از سرکوب بیشتر معترضان؟ ببینید، این تاثیرات شاید باعث یک انزوای جمهوری اسلامی شده. اگه من با یک اجازه بدید با یک ذکر یک مثال یا خبری که ما داشتیم در همین دو روز گذشته شاهدش هستیم که می‌بینیم که فرضاً بنیامین نتانیاهو میره فرانسه، بعد اونجا صحبت میشه برای تشکیل یک ائتلاف نظامی. من کاری به ائتلاف نظامیش ندارم، فقط بحث بر سر اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در قبال روسیه، در قبال جنگ اوکراین، جدا از اعتراضات، باعث شده که جمهوری اسلامی به نوعی در انزوا قرار بگیره و اینو در واقع این خطر رو برای خودش ایجاد بکنه که جهان در واقع کشورهای غربی به طور متحدتری علیه خودش سفارایی بکنن. هرچند که من باور دارم در واقع کشورهای غربی از تشکیل یک کره شمالی دوم سعی میکنن که دوری بکنن و دنبال این سیاست نیستن و به این اعتبار هم هستش که فرضاً سفرهای خودشون از تهران فرا نمیخونن، یا اینکه برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی در واقع سیاست مشخصی ندارن. فرضاً در بریتانیا میدونیم که طرحش کنار گذاشته شد. با همه اینها به نظر میاد که اگه این فضا ادامه پیدا بکنه، در واقع دولت‌های غربی به ناچار هستن تا اندازه‌ای سیاست‌های خودشون رو همخوان‌تر بکنن با حرکت اعتراضی مردم ایران. بسیار متشکرم از شما، بهنام دارایی‌زاده، روزنامه‌نگار که با ما همراه بودید.